بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه. عرض سلام و ادب محضر همه شنوندگان محترم. سوال میشه کسی که روزه نذر معین داشته باشد آیا میتواند روزه مستحبی بگیره؟ مثلا 15 شعبان رو نذر کرده که روزه بگیره، حالا هم 15 شعبان رو به نیت روزه مستحبی خود شعبان بیایی بگیره. میفرمایند که روزه مستحبی و درسته طبق فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی، روزه مستحبی درسته، ولی خب چون به نذر خو عمل نکرده باید کفاره هنس نذر بده. البته این مسئله اختلافی هست، بعضی از مراجع حتی روزه مستحبی رو هم میگن که درست نیست. سوال بعدی این هست که آیا کسی که روزه قضایی ماه مبارک رمضان داره میتونه روزه مستحبی نذر کنه؟ یک خانومی رو در نظر بگیرید، 20 روز روزه قضایی به گردنش هست، پارسال باردار بوده، نمیتونسته روزه بگیره، الان 20 روز روزه قضایی به گردنش هست، حالا میاد نذر میکنه که مثلا من 2-3 روز روزه بگیرم. آیا این نذر او درست هست؟ میتونه یا نمیتونه؟ اینجا 3 حالت داره، خوب دقت بفرمایید. حالت اول اینه که نذر این خانم یا آقا مطلق هست، یعنی معین نمیکنه که چه روزی رو روزه بگیره. وقتی که خب معین نکرده باشه میفهمن که نذر او صحیحه، اول روزه های قضایی خور به جا باید بیاره، بعد از اینکه روزه های قضایی رو به جا آورد میتونه اون روزه نذری خود رو هم به جا بیاره. چون ما قبلا گفتیم کسی که روزه قضای ماه مبارک رمضان به گردنش هست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. حالا قبل از نذر کردن هم که این روزه برای اون مستحب بوده، با نذر تازه واجب شده. خب اینجا چون فرصت هست پس درسته، یعنی اول میاد روزهای ماه مبارک رمضان قضایی رو به جا میاره، بعدن اون روزهای نذر رو. حالت دوم اینه که این خانم نذر معین میکنه، یعنی میگه که بنده فلان روز رو میام روزه میگیرم. اینجا میفرمایند که نذر او صحیح هست ولی انجام روزه های منظور، یعنی روزه هایی که با نذر برای او واجب شده قبل از روزه قضا، جایز نیه. یعنی اول باید روزه های قضایی خود رو به جا بیاره، در همون روز خاص بیایه روزه منظور خود رو بگیره. نمیتونه مثلا نصف روزه ها رو قبل از روزه نذر، نصف روزه ها رو بعد از روزه نذر بگیره. باید تمام روزه های واجب رو قبل از همون روزه نذر به جا بیاره. حالا هیچ روزه ای به گردن او نبود، روزه واجب رمضان به گردنش نبود، اون روزی که این خانم یا آقا مشخص کرده برای روزه نذری فرا رسید، خب روزه نذری خود رو هم بگیرد. یک حالت سومی هم هست که این خانم یا آقا روزه نذر میکنه، روز مشخصی هم هست، بعد از طرفی امکان هم ندارد که این خانم یا آقا بتونه اون روزه های قضایی که از ماه رمضان به گردنش هست قبل از این روز مشخص اون روزه ها رو بگیره، یعنی وقت تنگ هست. اینجا میفرمان اصلا نذر این خانم باطل هست. انشالله که مسئله رو خوب متوجه شده باشید. عاقبت به خیری روزی همه ما و شما باشه. صلواتی بر محمد و آل محمد.